سلام خدمت همه دوستان عزیز ایران. در هفته گذشته یک اتفاق بسیار مهم را و یک حادثه بسیار مهم را پشت سر گذاشت، حادثه‌ای که از آن به عنوان میهمانکشی در پایتخت ایرانی ها یاد میشه که تبعات خاص خودش را در آینده پیش رو برای آنها که در این ماجرا نقش داشتن نشان خواهد. ما میخواییم بریم یک بررسی بکنیم، ببینیم که پیرامون این حادثه در رسانه‌های عرب زبان چه نکاتی داره گفته میشه. یک دور با هم ببینیم، من هم نکاتی دارم، به همین بهانه به آن چیزهایی که خواهیم دید و آن چیزهایی که با هم ترجمهش رو مرور خواهیم کرد اضافه خواهم کرد. ببینیم، برمیگردیم نکات مهم خودم رو تقدیمتون خواهم کرد. اغتيال اسماعیل هنیه يعد جريمة إسرائيلية جديدة. وزير التراث، إذن وزير التراث الإسرائيلي يقول بأن موت هنية يجعل العالم أفضل قليل. موسى أبو مرزوق يقول بأن هذه العملية عمل جبان ولن يمر سدى، وهذا يعكس مدى جنون إسرائيل وذهابها في مساحات مختلفة. وهذا يطرح سؤال حول الموقف الأمريكي مما يجري حاليا، لأنه لا أتوقع ولا أعتقد أن إسرائيل قد تقوم بعمليات من هذا الحجم دون وجود ليس فقط مجرد إخبار أو إعلام للجانب الأمريكي، بل أيضا تنسيق معه، لأنها تعلم جيدا أنه عملية بهذا الحجم وهذا النوع وفي هذا التوقيت قد تفتح أبواب كبيرة جدا فيما يتعلق أولا باتساع نطاق الحرب الإقليمية. خیلی خب، اجازه بدید بخشی شما هم بررسی بکنیم. من یه چیزی داخل پرانتز بگم، خلاصه حرفی که تو این برنامه میخواد توضیح بده و خیلی های دیگر الان بهش رسیدن این هست که ماجرای ترور اسماعیل هنیه بدون اجازه آمریکایی ها نمیتونست انجام شده باشه. اینها در اون بازه زمانی که بلند شدن رفتن آمریکا و ترامپ بلند شده رفته، آقا تو میدونی بری توی آمریکا سخنرانی بکنی قرار نصف نمایندهای کنگره نیان، حالا یه عددی الان حضور ذهن ندارم چقدرشون نیومدن، ولی یه عدد قابل ملاحظه بود، این تعداد قرار نیان بالای 100 خورده یادم و تحریم بکنن، بعد یه سری ها میخوان تیکه بت بندازن اونجا جلو درش، میخوان تظاهرات بکنن. خب تو رفتن تو برگشتنت که مساوی است با سوژه شدن در دنیا، پس چرا داری میری؟ پس چرا رفتی؟ خیلی ها بر این باورن آن چیزی که آنجا اتفاق افتاد هماهنگی هایی بود و گرفتن اجازه ای بود برای این ماجرا. یکی از دلایلی که ما الان در اظهار نظرهای چهره های مختلف در بین نظامیان آمریکا میشنویم که میگن احتمالاً آمریکا هم در این ماجرا در منطقه غرب آسیا چالش های جدی رو تجربه خواهد کرد، و یکی از دلایلی که ما میشنویم بعضی ها میگن در اتفاقات پیش رو نقش عراقی ها بسیار سازنده خواهد بود، به خاطر همین. بریم صحبت کارشناس رو با هم مرور کنیم، واضح‌تر خواهد شد. میگه ترور اسماعیل هنیه جنایت و گناه جدید اسرائیل است. وزیر گردشگری اسرائیل میگوید با مرگ او دنیا بهتر خواهد شد. چقدر بهتر خواهد شد؟ یعنی انقدری بهتر خواهد شد که 40,000 تا کودک دیگه نکشی و جنایت نکنی و از این دست کارها نکنی. آنهایی که 40,000 انسان کشتن در تل آویو نشستن و میگن با کشتار دیگران دنیا امن‌تر خواهد شد. دنیای بشر رو که فکر میکنم نمیگن، چون اونهایی که در ژاپن هستن، اونهایی که در کره هستن، اونهایی که در آمریکا هستن، اونهایی که در شرق و غرب هستن دارن تظاهرات میکنن و اینها رو عامل ناامنی معرفی میکنن. نه، دنیای کوچولوی خودش و اون جماعتی که دور هم جمع شدن، اون چند ملیتی های همدینی که گروهک تروریستی که جمع شدن به فلسطین میگن خونشون، دنیای اونها رو داره میگه. و البته اینجا رو هم غلط داره میگه. اگر با ترور قبلی ها دنیا برای اشغالگر امن‌تر شده است، در آینده هم امن‌تر خواهد شد. بریم ادامهش رو ببینیم. میگه یکی از سران حماس گفته این یک عمل بزدلانه و بدون بزدلانه است، بدون انتقام نخواهد ماند. این ترور نشان از حجم جنون اسرائیل دارد و گویای اقدامات بی هدف آن در فضاهای مختلف است. سوالی مطرح میشود تحت این عنوان که نسبت آمریکا با این مسئله چیست؟ زیرا قابل قبول و قابل تصور نیست که اسرائیل در چنین حوادث بزرگی بدون اجازه و هماهنگی آمریکا چنین کاری کرده باشد. آمریکا میداند که عملیاتی به این بزرگی در چنین زمان و مکانی راه را برای جنگ بزرگ منطقه‌ای هموار خواهد کرد. بله، بسیاری بر این باور هستند که ترجمه آن چیزی که اتفاق افتاده است میتواند هدایت منطقه غرب آسیا به سمت یک جنگ تمام عیار باشد. آیا ایران این را میفهمه؟ قطعا میفهمه. آیا برای ایران محلی از اعراب دارد؟ من در پاسخ به شما باید یک نکته رو عرض بکنم. ایران آن چیزی که برش متمرکز است این هست: یک بار باید برای همیشه کلمه میهمان کشی را، هزینش را برای همه ترجمه بکنم.
باز تعریف کنم، به همه توضیح بدم و این ماجرا هر تبعاتی میخواد داشته باشه داشته باشه. الان بعضی ممکن میگن با عقلانیت این همخوانی داره این حرفی که داری میزنی؟ اگر ایران برای مراحل بعدش داستانهای جذابی داشته باشد، بله کاملا همخوانی داره، کاملا همخوانی داره. اگر اینگونه نگاه نکنیم به مسئله، ما باید فردا منتظر این باشیم. به ویژه به دوستان اصلاح طلبم میگم، اونایی که بعضیاشون توییت میزنن میگن آقا مثلا اینا رو کردن ما گفتگو نکنیم، اگر این کارها رو نکنیم، اگر تنبیه نکنیم طرف مقابل رو و اگر کلمه میهمان کشی را هزینش رو برای طرف مقابل توضیح ندیم، محکوم هستیم تا پایان دولت مسعود پزشکیان هر کاری که این روز اوله، روز اول اومده همچین بی احترامی کردن، محکوم هستیم به اینکه تا پایان دولتش هر کاری خواست انجام بده و هر فعالیتی خواست انجام بده اینا یه بامبولی داشته باشن فضا رو امنیتی بکنن. فهمیدید از چه جهت ماجرا مهمه؟ بریم ادامهش رو بشنویم ببینیم که چه چیزایی داره گفته. هذا يعتبر وكانه يعني استفزاز لايران ولمحور المقاومه. الامر الاخر مرتبط بايقاف مسار التفاوض وبالتالي وقف ما كل ما يتعلق بانهاء هذه الحرب، واعتقد انه نتنياهو كان يخطط لهذه العمليه منذ فتره ان يقوم بهذا الامر نتنياهو بدون وجود تنسيق قوي مع الجانب الامريكي، لكن هذا الامر سوف يكون له تطورات كبيره جدا خلال المرحله المقبله. خیر خب، اجازه بدید بخش شما بررسی کنیم. میگه که این حادثه ایران و محور مقاومت را برای انجام جنگ بزرگ تحریک خواهد کرد. بحث دیگر، همه راه ها برای انجام مذاکرات را خواهد بست و همه تلاش را برای توقف جنگ را از بین خواهد برد. به نظرم نتانیاهو از مدت ها قبل برای انجام چنین کاری برنامه ریزی کرده. حتما نتانیاهو هماهنگی بسیار دقیق با طرف آمریکایی انجام داده. به هر حال این حادثه در آینده نتایج بسیار خطرناک و بزرگی خواهد داشت. من فکر میکنم همه اونهایی که میگن نتایج خطرناک و بزرگی خواهد داشت، الان که دارن این حرف رو میزنن هیچ درکی نسبت به مسئله نتایج بزرگ و خطرناک ندارن، هیچ درکی ندارن. میریم جلوتر با کلمات. گفتم خیلی چیزا باز تعریف خواهد شد. مسئله ترور قاسم سلیمانی نیست، مسئله حمله به سفارت ایران نیست، مسئله حذف میهمان در کشور ایرانه، در پایتخت ایرانه. هنوز معنا نشده است برای طرف مقابل، هنوز معنا نشده. بریم ادامهش رو ببینیم. میخوایم یک بررسی بکنیم ببینیم در فلسطین اشغالی در خصوص اتفاقی که در تهران افتاده چه حرفایی برای ما دارن. ببینیم برمیگردیم. انا شخصيا لم استغرب اطلاقا. انت تعتقد اين سيقتل الشرفاء؟ اين سيقتل الفرسان ان لم يقتلوا في ساحات المواجهه؟ هل تعتقد انهم سيقتلون في بيوتهم او سيقتلون في اماكن قريبه او حليفه او صديقه للاحتلال او الامريكان؟ السيد هنيه قتل في المكان الطبيعي لقتله، قتل في ساحه من ساحات المواجهه، قتل في بلد مدة 30 عاما وهو يحاصر وهو يدفع ثمن من أجل دعم القضية الفلسطينية ومن أجل دعم محور المقاومة وحركات المقاومة الفلسطينية. أنا لا أستغرب أن يقتل في طهران، وإلا أين سيقتل؟ إذا لم يقتل الفرسان في طهران وفي اليمن وفي لبنان، وإلا أين سيقتلون؟ هل سيقتلون في المستوطنات الأمريكية؟ هو قتل في ساحة مواجهة متقدمة، وبالتالي لا غرابة في ذلك. رحم الله الشيخ هنية، وهذا إحدى نتائج ترتيبات زيارة نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة، التصعيد ثم التصعيد ثم التصعيد باتجاه حرب شاملة. خیر خب، بخش از این صحبت رو شنیدیم. اجازه بدید ببینیم چه چیزهایی درباره این ماجرا در فلسطین اشغالی در حال مطرح شدن هست. میگه که شخصا به هیچ وجه از این ترور متعجب نشدم. به نظر شما انسان‌های شریف و قهرمان اگر در عرصه‌های نبرد شهید نشوند باید کجا با مرگ روبرو شوند؟ آیا فکر می‌کردید در منازل خود یا اینکه در اماکن متحد دوست یا نزدیک به رژیم اشغالگر یا آمریکا شهید می‌شوند؟ آقای هنیه در یک مکان طبیعی ترور شد، در یکی از صحنه‌ها و عرصه‌های نبرد شهید شد، در یک کشوری شهید شد که به مدت 30 سال تحت محاصره است و بهای حمایت از آرمان‌های فلسطین، محور مقاومت و گروه های فلسطینی را میپردازد. خیلی تلاش کردن با این تروری که در پایتخت ایران انجام دادن، ایران رو از چشم ها در محور مقاومت و در دنیا و در فلسطین و در بین کشورهای مسلمان بندازن. بگن آقا اینم ایران، دیدی؟ اصلا با ایران بازی نکن. بابا تو قطر بهت ساختمون دادم، هیچ وقت ساختمون تو نزدم. تو مصر وایسادی یک لنگ پا در مقابل فلسطین اشغالی و مصر، بین مرز بودی، توی ساختمونم یه صندلی هم بهت ندادم بگن آقای هنیه بشین داخل، ولی من نزدمت.
مصری‌ها تو رو تحویل نگرفتن، من نزدم تو ترکیه، ترورت نکردم. ولی ایران نه، ایران فرق داره، سراغ ایران نرو. اگرم رفتی بدون ایران بری نمیتونه اصلا دفاع کنه، تو پایتختت میزنم، تو پایتختش ترورت میکنم، نمیتونه کاری بکنه. اینها قرار بود به افکار عمومی مخابره بشود. امروز افکار عمومی از افغانستان تو ترکیه رفتن نماز بخونن برای شهید هنیه، فریاد میزنن میگه ایران انتقام بگیر. ترکیه اصلا امیدی به حاکمیت خودش ندارن. قطر همینطور، دیگر کشورها همینطور. اینهایی هم که دارن در فلسطین صحبت میکنن میگه این 30 سال تحت محاصره است، با اینها گلاویز شده به خاطر مسئله فلسطین. حالا من دیگه از کانال های فلسطینی که حرفای توش داره زده میشه، میگن ایران چنین و چنان کنم، هم عبور میکنم چون اونا ادبیاتشون خیلی خاصه. بریم ادامه یه صحبته. یه چیزم به شما بگم، ببین حالا این حرفا قشنگ نیست بخوام بزنم، ولی قسم به اصطلاح خودم خدای نکرده حجمه به مراسم که در قطر برگزار شد نیست. منتها یک مقایسه بکنید مراسم قطر رو با مراسم که در تهران برگزار شد. الان خیلی جاها دارن درباره همین صحبت میکنن. البته اینم به شما بگم، یه سری از کانال های تلگرامی رو دنبال میکنم، کانال های مثلا توی مصر هستن و در دیگر نقاط در فضای عرب که اینها پوشش دهنده مسئله فلسطینن. یه دونه عکس از مراسم تشییع در تهران پخش نکردن. سعی هم کردن به مخاطبشون مثلا مستقیم نگن از نگاه ما ایران بده، ولی یه دونه عکس پخش نکردن. اونای دیگه که عکس‌ها رو دیدن از تهران شگفت زده شدن که شیعیان رفتن ایستادن بر پیکر یک قهرمان سنی مذهب دارن نماز میخونن. یک جمعیت عظیمی در تهران بلند شد اومد توی مراسم تشییع. حالا شما برید در قطر نگاه بکنید قطر چی اتفاق افتاد. اصلا قابل مقایسه نیست با مراسم تهران، اصلا قابل مقایسه نیست کاری که اینها انجام دادن، مراسمی که برگزار کردن با شکوهی که در تهران اتفاق افتاد. اینها رو خیلی ها الان دارن میبینن، خیلی ها دارن نگاه میکنن و به اصطلاح خودمون اینها نکات خاص خودش رو دارد که توضیح خواهم داد. بریم ادامه صحبت این خبرنگار بشنویم برگه. من یقتل فی طهران و الا این سیقتل اذا لم یقتل الفرسان فی طهران و فی اليمن و فی لبنان و الا این سیقتلون هل سیقتلون فی المستوطنات الامریکیه هو قتل فی ساحه مواجهه متقدمه و بالتالی لا غرب فی ذلك رحم الله الشیخ هنیه و هذا احدى نتائج ترتيبات زياره نتنياهو للولايات المتحده الامريكيه الاخيره التصعيد ثم التصعيد ثم التصعيد باتجاه حرب شامله. خیلی خب، بخشی از این صحبت ها رو شنیدیم، اجازه بدید با هم بررسی کنیم. میگه که تعجب نمیکنم که در تهران شهید شده، پس کجا باید شهید میشد؟ اگر قهرمانان در تهران، یمن و لبنان شهید نشوند، پس کجا شهید شوند؟ آیا باید در شهرکای آمریکا کشته شوند؟ او در خط مقدم به شهادت رسید، بنابراین موضوع عجیب نیست. خداوند شیخ هنیه را مورد رحمت قرار دهد. این یکی از خروجی های سفر اخیر نتانیاهو به آمریکا، تشدید تنش، تنش افروزی و تنش افروزی تا جنگ تمام. بله، این چیزی است که همه نسبت بهش درک بسیار دقیقی دارن و بخشی از آن چیزهایی هست که داره به اصطلاح خودم اتفاق میفته. یه توییت هم از یک کاربر فلسطینی که دختر شهید هنیه این رو بازنش کرده بود خیلی مورد توجه قرار گرفته، دارید روی صحبت من مشاهده میکنید، گفته از زمان آغاز جنبش مقاومت اسلامی حماس تا امروز ایران با شکوه ترین و معتبرترین تشییع جنازه یک شهید را برپا کرده است. قدرتمندترین رهبر امت اسلام بر او که در پرچم فلسطین پیچیده شده نماز میخواند. داره رهبر ایران رو میگه، میگه رهبری داره نماز میخونه بر کسی که پرچم فلسطین بر پیکر داره. صدها هزار نفر تابوت او را مشایعت میکنند. به خدا هرگز فرمانده شهید از مبارزان مسلح فلسطینی به عزت اسماعیل هنیه ندیدم. باز عرض میکنم هر کجای دنیا اگر میخواستن مراسمی برگزار کنن همچی چیزی اتفاق نمیافتاد. خود اینها این ماجرا رو، این البته از مسئله ترور در تهران و سرشکستگی که ما به عنوان میزبان داریم چیزی کم نمیکنه، نه این از اون چیزی کم نمیکنه، ولی خب بخشی از حقیقت است که دارم خدمت شما عرض میکنم. سرشکستگی ما هم به عنوان میزبان پایدار نخواهد ماند، پایدار نخواهد ماند. مسئله وجود دارد به نام مجازات میهمان کش که به یاری حضرت الله ایران با توجه به دعای خیری که پشت سر خودش داره و دلهای ملتهایی که به همراهش هست و ارادهی که در بین ملتش و در بین نیروهای مسلحش و مردمش و مسئولانش دیده میشه، به خوبی ایران این مسئله مجازات میهمان کش را از پسش برخواهد آمد و انجام خواهد داد. کمی صبور باشید، ماجرا در منطقه غرب آسیا متفاوت‌تر خواهد شد. من طولانی‌ترش نمی‌کنم. اگر نکته چیزی داشتیم در قالب پیام برای من بفرستید.
خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.